ما را نظریست نه نثار سیمی، ما را نظریست نه نثار سیمی، جز تحفه عجز بندگی تقدیمی، چون شاخ گلی که خم شود پیش نسیم، از دو سلامی و ز ما تسلیمی. سلام و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان کشور خورشید، سلسله لایو آشنایی با افغانستان. خوشحال هستیم که باز هم شبی دیگر توفیق پیدا کردیم که در کنار شما باشیم، در جمع شما باشیم و با شما درباره افغانستان صحبت بکنیم و موضوعاتی که مربوط به کشور خورشید است. تشکر و ارادت خدمت دوستایی که سلام میگذارن و پیام. خدمت شما عرض بکنم که ما هر هفته در اول برنامه یا یک شعر دارم یا یک داستان خدمت دوستان ارائه میکنم، اما این هفته موضوع ما زبان پشتو هست و یک مقدار دست ما خالی هست. حالا شاید بخشش برگرده که من تسلط ندارم به زبان پشتو و خیلی آشنا نیستم و تخصصی ندارم در مورد ادبیات پشتو، و یک بخشش هم آیا میشه به این فکر کرد که با توجه به اینکه زبان پشتو و پشتوانه فرهنگی و غنای فرهنگی و ادبی را نداشته، نتانسته در دل مردم قدر جا باز بکنه، و نه تنها برای فارسی زبانان افغانستان که برای کل مردم دنیا قدر پیشکشی نتانسته ارائه بکنه، این چیزی است که میشه بهش فکر کرد. مثلا مثل زبان فارسی که آثار سعدی، آثار حافظ، آثار عطار و آثار مولانا در کل دنیا و در کل جهان جا باز میکنه، زبان پشتو نتانسته جایگاه را باز بکنه. چیزیست که میشه بهش فکر کرد. اما در نهایت این بی‌سوژگی که من امروز در مورد شعر و داستان خدمت شما چیزی برای ارائه ندارم، با خودم فکر کردم و در واقع سرچ زدم و جستجو کردم که زبان پشتو در ذهن من چه جایگاهی داره، و به یک رنگ هایی رسیدم، یک رنگ هایی در ذهن من شکل گرفته در مورد زبان پشتو با نوع مخاطب عادی در بین مردم نسبت به این زبان، و یکی اینا را من مرور میکنم خدمت شما. مهمترینش، اولین چیزی که من وقتی با زبان پشتو فکر میکنم، جنگ و رودرویی دو کلمه دانشگاه و پوهنتون است که در طول سالها متاسفانه برای رودرویی را ایجاد کردن ادی و به این سبب دو زبان در مقابل هم قرار دادن، یعنی بلا فاصله و پوهنتون و دانشگاه در ذهن من بالا میاد در اولین جستجوی من و یک حس منفی در ذهن من ایجاد میکنه، یک رنگ خاکستری را ایجاد میکنه و به اجبار میرسم به سیاست های اجباری حکومت های پشتون که سعی کردن تحمیل بکنن. بعدش به سرود ملی میرسم، به سرود ملی که او هم بدون در نظر گرفتن تعداد قابل توجه جمعیت کثیری از مردم فارسی زبان دستوری نوشته شد که باید به زبان پشتو باشه، یک سرود ملی درجه سه بی کیفیت که با روح و روان ما شخصا ارتباط برقرار نکرده شد، در مورد خیلی ها هم چین اتفاقی افتاده باشد. باز در جستجوی بعدی به اسمهای پشتو میرسم، اسمهای پشتو که خب با انتخاب بعضی از مردم ما انتخاب کردن، یعنی تحمیل نبوده، اجباری نبوده، و خیلی ها ممکن است که در افغانستان برای فرزندانشان اسمهای پشتو انتخاب کرده باشن و یک حس خوب در اینجا در وجود ما شکل میگیره. مثلا نام اسپوژمی که اتفاقا یکی از نویسنده های مشهور افغانستان، داستان نویس های ما، خانم اسپوژمی زریاب هست، و نام است که من خیلی نام دوست دارم و فکر میکنم جایی که پای فرهنگ میایه، پای هنر میایه، پای ادبیات میایه، پای زیبایی میایه، دیگه اجبار رنگ میبازه و مردم خودشان انتخاب میکنن. مثلا اسمایی مثل گلمکی، ملالای، بریالای، اسپوژمی، چیزایی است که خب در بعضی از خانواده‌های فارسی زبان ما می‌بینیم که خودشان انتخاب کردن بدون اینکه تحمیلی باشه، بدون اینکه اجباری باشه. در مرحله بعد باز با آهنگ‌های پشتو به ذهن میرسه و مرور میشه، مثلا خواننده‌های پشتو زبان هست که مثل استاد اول میر، آهنگ بسیار زیبای دازم و زیبا وطن، دازم و لیلا وطن که آهنگ
که جا باز کرده در بین مردم ما، مثل قمرگل، مثل نغمه خواننده زبان پشتو و بعضی از آهنگایی که فرهاد دریا، ناشناس احمد ظاهر به زبان پشتو خواندن و خوشایند بوده، یعنی حس منفی نداشته، رنگ‌های زیبا در ذهن من ایجاد کرده، رنگش تاریک نبوده، خاکستری نبوده، سیاه نبوده، رنگ اجبار و تحمیل نداشته. یک بخش از ذهنیات ما به تصاویری از مردم عشایر یا در واقع کوچی های افغانستان برمیگرده، لباس های زیبای محلی و سنتیشان، و باز متاسفانه باز در همه قسمت ذهن ما گریز میزنه به تاختن هایی که توسط مردم کوچی و پشتو زبان صورت گرفته، یعنی همین عشایر ما به مناطقی که فارسی زبان ها ساکن بودن، هزاره ها ساکن بودن، و یا همین کوچهای اجباری که حالا اخیرا شنیده میشه. و ای کاش نبود، ای کاش این اتفاقهای تلخ نبود و آدم میتونست با یک حس مثبت ارتباط برقرار بکنه با این نمادهای زبان پشتو. خب آیا چقدر به سیاست برمیگرده و چقدر به اجبارها برمیگرده این حسای مختلفی که در ما به عنوان یک مخاطب عادی زبان پشتو در بین مردم در وجودم شکل گرفته؟ این چیزی است که استاد کاظمی انشالله در بخش تاریخی برنامه با شما خواهند صحبت خواهند کرد. و فقط او چیزی را که برای خود ما برجسته هست ای را میخواییم بگویم که ما با بخش هایی از زبان پشتو که با زیبایی در ارتباط بود، با هنر در ارتباط بود، با یک حس بسیار روشن ارتباط برقرار کردم و استقبال کردم از زبان پشتو. ولی جاهایی که با اجبار و با تحمیل همراه بوده، یک حس بسیار منفی در وجودم شکل گرفته، یک حس سیاه، یک حس خاکستری، که ای کاش این حسای تلخ و منفی نبود و ارتباط دو زبان و ارتباط گویندگان دو زبان رو میگذاشتن در افغانستان که از طریق زبان فرهنگ و هنر با همدیگه ارتباط بگیرن و جا باز بکنن. خب من دیگه صحبت نمی کنم. تشکر از شما دوستای عزیز که شنیدین. این شما و این هم استاد کاظمی و صحبت های زیادی که ایشان دارن. مرخص میشم از خدمت شما و سپاس. خدا نگهدار. خب تشکر از زینب جان به خاطر این مقدمه خوب که بله سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و تشکر از حضور شما. و بعد از این مقدمه خوبی که مطرح شد، ما میایم یک مقدار درباره وضعیت و ویژگی های زبان پشتو خدمت دوستان صحبت میکنیم. من این را چند بارم در این جلسات خدمت دوستان عرض کردم که معمولا مباحثی را سعی کردم در این برنامه ما انتخاب بکنیم، اینجا مطرح بکنیم، که در مورد اونها یا کم اطلاعی وجود داره یا غلط فهمی و اشتباه ها وجود داره، و اینا رو ما سعی بکنیم که بیان بکنیم و مطرح بکنیم. و اما در مورد زبان پشتو، من صحبت را در سه قسمت خدمت دوستان مطرح میکنم. من یک لحظه لنز دوربین را هم باید یک تمیز بکنم که شفافتر بشه تصویر. ببخشید. خب با عرض سلام مجدد خدمت دوستان، حالا دیگه یک سره گپ میزنیم انشاءالله تا آخر جلسه. عرض کنم که من در این جلسه طرحی که در نظر گرفتم این هست که در سه قسمت بحثمون را مطرح بکنیم. یکی از اینا بحث درباره خود خصوصیات زبان پشتو هست که یک مقداری وارد مباحث زبانشناسی میشه، البته بسیار مختصر و بسیار اجمالی.
که چون من خودم زبانشناس به اون مفهوم که نیستم. و قسمت دوم به بعضی از مفاخر زبان پشتو اشاره میکنیم و آثار ادبی زبان پشتو، و در قسمت سوم درباره مسائلی که در ارتباط با حکومت‌ها بوده و مسائلی که حکومت‌ها بین زبان فارسی و پشتو ایجاد کردن که بخشی از اون رو البته زینب جان در اینجا مطرح کرد و بخشی رو هم در مباحثی که مربوط به زبان فارسی داشتیم ما در جلسات قبل گفتیم، اینجا هم فقط به اجمال به او هم خواهیم پرداخت. و اما پشتو یکی از زبان‌های شاخه‌های هند و ایرانی هست، یعنی ما یک سلسله زبان داریم که اینا رو میتونیم زبان‌های هند و ایرانی بدانیم، مثل زبان فارسی، زبان اردو، زبان بلوچی، زبان کردی، زبان پشه‌ای و امثال اینا، زبان‌های مثل اردو و اینها و خود هندی که اینها همه یک شاخه هستن. خب یک شاخه هم سلسله زبان‌های سامی است مثل عربی و عبری و امثال اینا که اونا باز سلسله جدایی دارن. و پشتو زبانی هست که در نواحی مرز افغانستان و پاکستان تقریبا اقوام با او صحبت میکردن. ما درباره قوم پشتون در یک جلسه دیگر صحبت کردیم و اینکه قوم پشتون خاستگاهشان کجا بوده، ویژگی های قومی اونا و اینکه چگونه به سراسر مناطق افغانستان اینا نفوذ کردن و سرازیر شدن، در این مورد صحبت کردیم. من اینجا دیگه جنبه های قوم شناسی و مردم شناسی قضیه رو مطرح نمی کنم، بلکه از نهاد زبانی عرض می کنم که به هر حال زبانی است همریشه با زبان فارسی، منتها با یک سلسله خصوصیات متفاوت به گونه ای که یک زبان مستقل ساخته. خصوصیات متفاوت هم در حوزه دستوری است و هم در حوزه واژگانی است. می‌دانیم که اصلا زبان‌ها را دو چیز می‌سازه: ساختار نحوی یا دستور زبان یک زبان و واژگانی که او زبان از او استفاده می‌کنه. در حوزه دستور زبان، زبان پشتو تا حدودی به زبان فارسی قرابت داره، ترتیب اجزای جمله مثل فارسی است و اینها، منتها از بعضی جاها تفاوت‌های بین فارسی و پشتو هست که من به این تفاوت‌ها فقط اشاره می‌کنم. مثلا یکی از تفاوت‌هایی که در زبان پشتو و فارسی بینشون وجود داره اینه که ما در پشتو کسره اضافه نداریم، بنابراین صفت و موصوف به همون شکلی که در انگلیسی اول موصوف میایه و بعد صفت، در پشتو هم به همین رقم است. یعنی مثلا ما در انگلیسی اگه خواسته باشیم بگیم که شب تاریک، مثلا میگیم dark night مثلا، یا شب سیاه مثلا black night، اول صفت رو میاریم و بعد خود موصوف یا شب رو میاریم. در فارسی ما میگیم شب سیاه، یعنی کسره اضافه اضافه میکنیم. در پشتو هم مثل انگلیسی از دریجت، مثلا میگن تور اشپی، شپی شب میشه و تور سیاه میشه، تور اشپی یعنی شب سیاه. میبینید کسره اضافه نداره، بلکه اینا با هم به صورت برعکس. مثلا ما میگیم که اسب سفید در فارسی میگیم، در پشتو میگه سپین آس، سپین میشه سفید، آس میشه اسب، یعنی جایگزین میشه اینا. همین قضیه در مورد کسر، در مورد ترکیب های اضافی هم هست. مثلا ما میگیم که کلاه من، در پشتو باید نمیگه که خوله ما مثلا یا خوله زما، بلکه اینا رو برعکس میکنه، میگه زما خوله، اول من رو میگه و بعد کلاه رو میگه، شبیه به انگلیسی که میگه مثلا مای هیت، هات یا هیت هم چیزی میشه کلاه در انگلیسی دیگه، نه من انگلیسی خوب نیست. مثلا این طور جابجایی ها نسبت به فارسی و پشتو است و جالبه که در بعضی جهات اتفاقا ساختارش به ساختار زبان انگلیسی نزدیک میشه از این جهت. خب علتش همینه که اینا با هم همریشه بودن. مثلا یکی از وجوه شباهت دیگر پشتو و زبان های مثل انگلیسی و اینا این هست که در پشتو ما حرف ابتدا به ساکن داریم، یعنی کلمه داریم که با حرف ساکن شروع میشه. مثل چی؟ مثل ستوری، ستوری یعنی ستاره. ببینید با اس سین ساکن شروع میشه، در حالی که ما در فارسی این رو نداریم. پیشتر زینب جان
از اسم سپوجمه اسم بود، سپوجمه زریاب. ما یک علتی که عرض کردم این باعث رو مطرح میکنم برای که بعضی از خطاها و غلط فهمی ها هم رفع بکنیم در اینجا. در ایران خیلی دوستای ما میمونن که سپوجمه رو چی رقم تلفظ کنن. بعضی ها میگن سپوجمه، بعضی ها میگن سپوجمی و انواع و اقسام. نه، سپوجمه یعنی با سین ساکن شروع میشه و ما در فارسی این رو نداریم. به همین خاطر وقتی این کلمه رو خواسته باشیم با فارسی برگردون کنیم یک مقداری با مشکل برمیخوریم. مثل کلمه سپورت انگلیسی یا مثل ستار انگلیسی که اینا با سین ساکن شروع میشن و در فارسی ما سین ساکن یعنی اصلا ابتدا و حرف ساکن نداریم. در پشتو و انگلیسی داریم. حالا جالبه، مثلا ما میگیم ستاره، در انگلیسی میگن ستار، در پشتو میگن ستوری. و نظایر این. پس یک موضوع دیگه هم مثلا میتونه این باشه، یعنی ابتدا به حرف ساکن. یکی دیگر این هست. بله دوستمون جناب فرید وثیقی اشاره کردن که اسپوجمه به معنی مهتاب هست. جناب فرید وثیقی احتمال داره که از خاندان مطرح و معروف وثیقی در هرات باشن، که اگه اینطور هست بفرمایم. بله مثلا در مورد اضافه شدن هم همینطوره. مثلا ما میگیم بانک افغانستان، در پشتو این رو برعکس میگه، میگه The افغانستان بانک. این دهی که اول اضافه میشه این در واقع به معنی کسره اضافه است. در اینجا یکی از دوستان گفتن که مثل انگلیسی ده داره. در اینجا ببینید این ده به مثل انگلیسی حرف تعریف نیست که مثلا بگیم The work، یعنی مثلا یا The rock، آن صخره، برای که اون رو تعریف بکنیم بگیم آن صخره. در پشتو این ده به جای کسره اضافه است. بله بسیار عالی. ما همسایه بودیم جناب فرید جان وثیقی، فرزند گرامی مرحوم شیخ عبدالله وثیقی، روحانی برجسته و مطرح هرات، خداوند رحمت کنه آجغاره. ما وقتی که بچه بودیم در سن 6-7 سالگی همسایه بودیم، در یک کوچه زندگی میکردیم و چقدر مرحوم شیخ عبدالله وثیقی رو دیده بودیم و همچنین بقیه برادران و خواهران شما رو که البته از شما بزرگتر بودیم. فرمودین فرزند ایشان؟ بله بله فرزندشون. احتمالا ما و شما هم سن و سال یا شما از ما کوچکتر باید بوده باشیم. به هر حال خدا من رحمت کنه. از جابجایی صفت و موصوف و اضافه های ملکی و امثال اینا گفتیم. به همین دلیل مثلا در افغانستان میبینیم نوشته تابلو روی پولای افغانستان نوشته ده افغانستان بانک. این به معنی این هست که بانک افغانستان. این هم باز برای اینکه خیلی وقتا همین اشتباه یا خطا اتفاق میفته و مشخص نمیشه که این ده افغانستان بانک ده چه کاره هست در اینجا. موضوع دیگری که اتفاقا ما اول برنامه باید خدمت دوستا بیان میکردم و اشاره میکردم به او، تفاوتی هست که بین کلمه پشتو و کلمه پشتون وجود داره. باز خیلی وقتا اشتباه میشه به خصوص در ایران. بعضی دوستان ایرانی ما میگن که فلانی مثلا از قوم پشتویی هست، یا بعضی ها میگن که فلانی با زبان پشتون صحبت میکنه. اینا اینطوری توضیح بدم خدمت شما که پشتون اسم قوم هست که همون قومی هست که افغان هم نامیده می شده و کشور افغانستان به اسم این قوم مسمى شده به خاطر که این قوم حاکمیت داشتن در کشور. و پشتو اسم زبان هست، یعنی وقتی ما میگیم زبان پشتو، پشتو میگیم یعنی زبان، زبان پشتو. وقتی که صحبت از قوم میشه میشه قوم پشتون، یعنی یک حرف نون در آخرش داره. اینا تفاوتی هست بین پشتو و پشتون که اولی پشتو اسم زبان هست و پشتون اسم قوم هست. این هم لازم بود گفته بشه. و اما بحث دوم در مورد رسم الخط و حروف خاص پشتو هست. و در نظام واژگانی هم همونطور که عرض کردم واژگانشون متفاوت هست با زبان فارسی، منتها واژگان دخیل از فارسی بسیار است در پشتو و همچنین از عربی. و بعضی از کلمات از فارسی و عربی که اونجا رفتن تغییر شکل پیدا کردن، آدم متوجه نمیشه، فکر میکنه این کلمه اصلا
پشتو است، ولی در اصل میبینی کلمه عربی بوده یا فارسی بوده یا مداد تغییر پیدا کرده. مثلا زان که به جای جان معنی میده، یا کلمه کمیس به معنی پیراهن که در اصل قمیس عربی هست، و کلمات دیگری از این قبیل که از فارسی به پشتو رفته و پشتو بخش زیادی از واژگان خودش رو وامدار فارسی و عربی هست و همچنین بعضی از زبانهای دیگر. و طبیعتا در حوزه ادبیات این بیشتر میشه، چون زبان مناسب برای ادبیات نبوده. به همین خاطر وقتی وارد مفاهیم ادبی و علوم انسانی و اینا میشن، باز طبیعتا بیشتر از زبانهای دیگر وام میگیرن. همچنانی که ما در عرصه علم همینطوریم، یعنی مثلا ما وقتی که کتاب مینویسیم به فارسی، شعر میگیم به فارسی، همه کلمات رو میتونیم فارسی استفاده بکنیم، ولی وقتی که کتاب فنی مینویسیم درباره مهندسی، طبیعتا خیلی از کلمات انگلیسی هم وارد میشه. و این به خاطر اینه که زبان فارسی زبان علوم و فنون نبوده و به مرور زمان تقویت شده. از جهت پشتو هم همینطوره. در حوزه ادبیات و در حوزه دانش ها کلمات بسیاری از زبان های دیگر وارد او شدن و کلمات دخیل خیلی بیشتر داره نسبت به فارسی، که من به او اشاره خواهم کرد. یک دو تا شعر پشتو میخوانم و اونا رو معنی میکنیم، میبینید که اینطوری هست. مسئله دیگر در مورد رسم الخط هست. رسم الخط عمومی زبان پشتو مثل فارسی است، منتها بعضی از حروف پشتو داره که فارسی نداره. معادلش از لحاظ صوتی داره، ولی ساختار نوشتاریش فرق میکنه. مثلا یک حرفی دارن در پشتو که حرف مثل ه و خ و چ و اینا هست، منتها سه تا نقطه بالا داره. یعنی مثل چ که سه تا نقطه داخلش داره، داخل شکم خودش داره، این سه تا نقطه بالا داره و این سه خونده میشه، مثل سه حرف سه سه نقطه ما. این انگار شما فکر کنین سه سه نقطه رو اونا با ه و جیم و اینا می نویسن. مثلا و مثلا کلمه سارندوی با این سه نوشته میشه، یا سارنوار. یا حرف دیگه دارن مثل باز ه و خ و جیم و اینا هست، منتها بالاش یک همزه داره که بعضی از کلمات رو با او می نویسن. مثلا زلمه ای رو بعضی ها با او می نویسن، یا کلمه پوهنزه ای به معنی دانشکده رو با همون ه که بالاش یک همزه داره می نویسن. یا یک شین دارن که یک نقطه بالا داره یکی پایین، یعنی یک حرفه که به جای یک سه تا نقطه بالا باشه یا یک نقطه بالا پایین بالا باشه، دو تا نقطه بالا باشه، یک نقطه بالا داره یک نقطه پایین، و این شین تلفظ میشه. البته بعضی از پشتونا باز این را خی تلفظ میکنن. پشتونای نواحی قندهار شین تلفظ میکنن، پشتونای نواحی مشرقی خی تلفظ میکنن. مثلا شار، اونا باز میگن خار مثلا. یا شاغلی که باز با همین شین نوشته میشه و اونا میگن خاغلی به معنی آقا. یک حرف ژ دارن مثلا که باز یک نقطه بالا داره یکی پایین، اون هم ژ تلفظ میشه، ولی پشتون نواحی مشرقی باز اون رو گ تلفظ میکنه. مثلا کلمه مونج با او ژ نوشته میشه، ژ که یک نقطه بالاش هست یکی زیرش هست، بعد اون مثلا پشتون مشرقی مونگ تلفظ میکنه. و به این ترتیب یک تفاوتایی هست. حالا اینجا یک نکته مهم رو که من در مورد رسم الخط چرا توضیح دادم خدمت شما عرض بکنم این هست که در افغانستان علاوه بر تحمیل های که از طرف سیاستمداران برای بعضی از واژگان پشتو در فارسی شد که به او اشاره خواهیم کرد، و در برنامه های قبل هم که درباره زبان فارسی صحبت میکردیم اشاره کردیم، این رسم الخط را هم تحمیل کردن. یعنی ما در فارسی می نویسیم، ولی وقتی کلمه پشتو را با حروف پشتو می خواهیم بنویسیم، ناچار میشیم این را با حروف پشتو بنویسیم، در حالی که ما با فارسی به جاش حرف داریم. یعنی ما به جای اون شین داریم، میتونیم بنویسیم شاغلی با شین، ولی اینا میگن نه، شاغلی با اون شینی که یک نقطه بالا و پایین است در فارسی حتی نوشته بشه. یعنی یک نوعی تحمیل شد بر رسم الخط فارسی رسم الخط پشتو، در حالی که این منطقی نیست. ما الان کلمه‌ای که از زبان دیگری میایه، مثلا از زبان انگلیسی میایه، خب خود حرف انگلیسی رو که وارد نمی‌کنیم دیگه، معادل فارسیش رو می‌گذاریم. حتی عرب ها وقتی که کلمه از زبان دیگه میایه، مثلا کلمه که حرف گاف داره، اونا گاف ندارن، خونا میان اون گاف رو تبدیل میکنن به کاف، یا مثلا چه رو تبدیل میکنن به جیم. یا مثلا شما فرض کنید در زبان انگلیسی اگه کلمه از فرانسوی بیایه، فرانسوی بعضی از حروف داره که انگلیسی نداره، یا بعضی از حروف از روسی هست که در انگلیسی نیست، حالا کلمه روسی رو در زبان انگلیسی بنویسی بعد با حروف روسی بنویسی، خب معنی نداره. تو در زبان انگلیسی
طبیعتا باید با رسم الخط خود انگلیسی بنویسی، کلمات زبان های دیگر را هم باید با رسم الخط خودت بیان کنی. ما الان کلمه دکتر انگلیسی را که با دی و او سی و تی و او آر نمی نویسیم، با دکتر دال و الف و کاف و اینا می نویسیم. بنابراین منطقی این هست که کلمات پشتویی هم که وارد زبان فارسی میشه، حالا اولی که نباید بشه چون ما در فارسی معادل داریم برای این، حالا اون باز بحث جدایی است. منتها این تحمیل هم متاسفانه با در طرف حاکمیت های ما بوده و بعضی هم تاکید دارن. من ویراستار هستم، بعضی از کتاب ها رو ویراستاری میکنم، میبینم کلمه در متن آمده مثلا شاغله، بعد میره با شین مینویسم، بعد طرف مؤلف تاکید میکنه نه این بعد تو با شینی که یک نقطه بالا یک پایین داره بنویسی. خب برادر من متن فارسی مینویسم، اگه متن پشتو باشه بله طبیعتا این اتفاق باید بیفته. این رو هم عرض بکنم که در مورد این قضیه ما باید بیاییم و رسم الخط فارسی خودمون را حاکم بکنیم و حروف پشتو رو ما هم معادل داریم، یعنی اون پوهنزهی رو ما میتونیم با زه بنویسیم، سارنوال رو میتونیم با سه سه نقطه بنویسیم، سارندوی رو میتونیم با سه سه نقطه بنویسیم. بنابراین لزومی نداره که ما این کار رو بکنیم. و اما بحث دوم ما، من دیگه یک مقدار فشرده صحبت میکنم چون میخوام که بحث زبان پشتو رو در این برنامه جمع بکنیم و به یک نتیجه برسیم که برای دوستان هم باز ملال آور نشه. بریم یک مقدار وارد ادبیات بشیم. خب طبیعتاً زبان شناسی یک مقدار خشک است. ما هم البته زبان شناسی که به اون مفهوم نکردیم، فقط یک مقدار خصوصیات زبان رو بیان کردیم. من زبان شناس نیستم. منتها میایم وارد مفاخر ادبی زبان پشتو و آثار شعری اینها میشیم که اینجا جذابتر هست و جالبتر هست برای ما، با توجه به اینکه خب شعر از در هر زبانی جالب و جذاب هست، حالا چه زبانی باشه بسیار غنی و دارای آثار شعری قوی مثل مثلا عربی یا انگلیسی یا فرانسوی یا فارسی، چه زبانی باشه که به اون مقدار ادبیات نیرومند نداشته باشه، که ما خواهیم دید اتفاقا در پشتو بعضی از آثار فولکلوریکش آثار قشنگیه، آثار نیرومند و جالبیه و اینا معمولا مقفول مانده. و اما ادبیات پشتو، خب طبیعتا پشتو هم مثل هر زبان دیگری شاعر و نویسنده داره، منتها ادبیات مکتوب پشتو سابقه قدیمی مثل فارسی نداره. یعنی ما در فارسی تقریبا از اوایل اسلام دیگه آثار مکتوب داریم، تازه قبل از اون داریم. در فارسی میانه و فارسی باستان هم آثار مکتوب داریم، مثلا زبان اوستایی که زبان فارسی قدیم حساب میشه خب متن داره کاملا. منتها همین زبان فارسی دری امروز هم نزدیک 1200-1300 سال آثار مکتوب داره. در مورد پشتو آثار مکتوبش تقریبا به 500 سال قبل میرسه و از او به قبل دیگه کتابی به او صورت از پشتو باقی نیست. و این آثار هم عمدتا معروفترینش کتاب خیرالبیان هست از شخصی به نام بایزید انصاری، معروف و پیر روشان، که یکی از زعما و افراد مطرح و رزمنده و جنگنده و سلحشور پشتون بوده. در این حال کتاب هایی به فارسی هم داره، به عربی هم داره و به پشتو هم داره و به نوعی میتونیم او را اولین دانشمند و کتاب نویس مهم پشتو بدانیم. شاید قبل از اون هم متونی نوشته شده در پشتو، ولی فعلا چیزی که به عنوان اولین اثر چشمگیر از پشتو باقی است کتاب خیرالبیان هست. بایزید انصاری در سال 904 هجری قمری متولد شده، یا شاید هم شمسی، تا سال 960 شمسی تا 960 زندگی کرده، یعنی نزدیک 500 سال پیش از حالا متولد شده و او به وسیله حکومت مغولی هم با اونا می جنگیده و کشته شده و در نهایت فرد مبارزی بوده و این کتابی داره به نام خیرالبیان که به پشتو است. گذشته از او در همون زمانه ها ما شاعرانی هم از پشتو داشتیم، از جمله اینا مثلا خوشحال خان خطک هست. خوشحال خطک رو تقریبا یکی از شاعران معروف زبان پشتو می دانن. این هم آدم سلحشوری بوده، مبارز بوده، با حکومت بابری هندوستان جنگیده، در زمان اورنگزیب زندگی میکرده و درگیری های زیادی با اورنگزیب داشته، یک فرد آزادی خواهی بوده تقریبا و آثار پشتوی او هم تا حدودی حماسی هست. عکس و تصویرهای هم او اگه جستجو بکنی، خوشحال خان را همیشه با سلاح جنگی و با نیزه و با ایتو چیزا تصویرهای از وجود داره.
و جالبه که خوشحال خان خطک شعر فارسی هم داره. شعر فارسیش اتفاقا از شعر پشتوش قشنگتر هم هست، چون بالاخره مبتنی بر سنت ادبی فارسی هست دیگه. من شعر پارسیش هم دیدم، شعر پشتوی هم دیدم، شعر فارسیش خیلی قشنگتره. منتها به هر حال به عنوان یکی از شاعران معروف زبان پشتو شناخته میشه. منتها شعر پشتوش خیلی نیرومند نیست. مثلا یکی از نمونهاش اینه: شده شده دا دنیا چه تو شده دا عقبا، دنیا بهردی بهیجی آینه قندی صفا. مثلا میگه دنیا چیز خوبی است، توشه است برای عقبا. حالا جالبه که توشه فارسیه، عقبایش هم عربیه، دنیا هم که عربیه، شده شده دا دنیا، یعنی از اینجا فقط کلمه شه پشتو است. چه توشه ده دا عقبا، دنیا بهردی بهیجی. بحر باز به معنی اقیانوس عربیه، فقط بهیجی اینجا پشتوه. آینه غندی صفا، آینه باز فارسیه، غندی پشتوه، صفا باز فکر میکنم عربی باشه یا فارسی، این یقین ندارم. حرف ساتش که نشون میده باید عربی باشه، مصفا و اینا هم داره. خب میبینیم که ترکیبی از زبانهای مختلف هم بدوی در پشتو. از وقتی وارد ادبیات میشه باز بیشتر ناچار میشه. و شاعر دیگری که دارن رحمان بابا است، که او هم نسبتا شاعر عارف و متصوفی بوده و نسبتا مطرح است در شعر پشتو. یک شاعر دیگر از شاعرای قدمای پشتو حمید بابا است، که یک شعر معروفی داره حمید بابا که اتفاقا آهنگسازای و آوازخوانای افغانستان هم میخواندن. شعر قشنگی هم است، منتها در این مورد من یقین ندارم که این حمید بابا این شعر از خودشه یا جزو او آثاریه که در پتخزانه به او منصوب شده. او شعری که اینطوری میگه که دوستایی که آهنگای افغانی شنیدن، آهنگ ناشناس را اگه شنیده باشن یا شعر شنیدن، که میگه که خط پر مخ ده سنم راغی کس پجمش و پهالکی، دای غاش پخولک زیب کا که جالش و پلالکی. میگه آن سنم با خط بر چهره آمد مثل ماهی که در حاله پنهان شده باشه. خط پر مخ بسنم راغی که اسپوجمش و پهالکی. اسپوجمه ماهه، زینب جان هم اشاره کرد. خط پر مخ، خط بر چهره آن سنم، سنم هم که باز عربیه، آمد که اسپوجمش و پهالکی، که ماه انگار ماه در حاله پنهان شد. حاله باز فارسیه انگار. دای غاش پا خولک زیبکا که جالش و پلالکی، دندانش در دهانش آنچنان میزیبد و جلوه میکند انگار که جاله یا شبنم روی لاله افتاده، که باز جاله و لاله فارسی است. به هر حال این مثلا از شعرهای معروف پشتوی که از حمید بابا هست. و بعد وقتی به عصر حاضر نزدیک میشیم، بعضی از شاعران و دانشمندان دیگری هم داره زبان پشتو که در بین متأخرین شاید معروفترینشان در بین شاعران و نویسندگان گلپاچا الفت باشه، که هم فرد اهل سیاست هست، هم ادبیات و هم شعر، و واقعا یکی از مفاخر افغانستانه. یعنی ما باید تعصب نداشته باشیم. گلپاچا الفت کسیه که ما باید به عنوان یک چهره شایسته و مطرح او را یاد بکنیم. کتاب های بسیاری داره، فرد سیاسی بوده، در حزب ویژزلمیان بوده، در حوزه های سیاست و آزادی خواهی فعالیت کرده، با نظام حکومتی درگیر بوده، آدم مطرحی گلپاچا الفت. حالا یک حکایتی هم بگم برای که دیگه بحث خیلی خسته کن نشه. در افغانستان یا در هر جا بعضی وقتا شوخی های بین آدم ها اتفاق میفته. حاج آقا و مرحوم یک بار قصه میکردن، میگفتن که یک جریان جالبی از حاضر جوابی گلپاچا الفت بگم به شما. میگفتیم چی؟ میگفتن که یک وقتی استاد گلپاچا الفت با داخل ماشین نشسته بودن و میرفتن به جایی، گلپاچا الفت وسط نشسته بوده، دو نفر دیگه از ادبا که الان یادم نیست چه کسی بوده، نمیدونم استاد خلیل الله خلیلی بوده، عبدالرحمن پژواک بوده، کسی در همین مایه ها دو طرف نشسته بودن، الفت وسط نشسته بوده. وقتی میرفتن اتفاقا دو تا الاغ، دو تا خر اونجا استاده بودن و انگار کنار هم و هم دیگر رو مثلا گردن به گردن میکردن و اینطوری انگار به هم ناز و نوازش میکردن. بعد یکی از این دوستایی که کنار الفت نشسته بوده، حالا کی بوده نمیدونم،
شوخی کرده گفته ببینید بین خرام الفت هست، خواسته به نوعی با اسم الفت و ارتباطش با خرا یک شوخی بکنه. گفته ببینید بین خرام الفت هست. الفت هم وسط نشسته بوده، گفته بله مثل اینکه بین شما دوتا. و یک آذر جوابی نیرومند اینجا عرضه کرده. به هر حال گلپاچه الفت هست و عبدالخالق رشید پژوهشگر بسیار مهمی در زبان پشتو هست. پروین فیض‌زاده از شاعران پشتو زبان که در بین بانوان پشتو هست. پیر محمد کاروان که البته بعض از اینا شاید فوت کرده باشن، که من میگم هست مربوط به 30 سال پیشه که من بعضی از آثار اینا دیده بودم. و بالاخره یک شخصیت مطرح زبان پشتو عبدالحی حبیبی که شاید بتونیم بگیم که دانشمندترین پشتونی که در حوزه تاریخ و ادبیات اینا شاید تاریخ به خودش دیده، همچنانی که در افغانستان در حوزه زبان فارسی شاید بشه گفت دانشمندترین و مطرحترین چهره ادبی زبان فارسی در چند صد سال اخیر افغانستان، مثلا یکیش، حالا نمونه‌های متعدد ممکن داشته باشه، مثلا استاد خلیل الله خلیلی است که هم شاعره، البته بیشتر به شعر مطرح معروفه ولی آثار تألیفی دیگه هم داره. باز در پشتو عبدالحی حبیبی بیشتر در آثار تحقیقی و تألیفی در حوزه تاریخ و ادبیات، مورخ، نسخه شناس، یکی از واقعا فحول ادبیات هستیم عبدالحی حبیبی. من یک عکسی از عبدالحی حبیبی در همین پست گذاشتم ولی بعد امروز که به گوگل جستجو میکردم نگاه میکردم دیدم یک عکس دیگه ازشون، یادم اومد که سالها پیش در یکی از مجله‌ها دیده بودم که عبدالحی حبیبی استاده و کتاب‌هایی که اون نوشته رو روی هم گذاشتن و به اندازه قد ایشان شده، یعنی کتاب خوب خیلی باید کتاب باشه که وقتی که روی هم میچینی به اندازه قد خود شخص بشه. حدود 100 عنوان کتاب ایشون داره و کار واقعا آسانی نیست 100 عنوان کتاب در مثلا طول تاریخ زندگی خودت بنویسی. به ندرت پژوهشگر ما داریم که حدود 100 عنوان کتاب در تاریخ، در ادبیات، در تصحیح متون و همسال اینا داشته باشه. مصحح بسیار قوی، بسیاری از آثار کهن فارسی رو ایشون تصحیح کرده، مثلا کتاب تصحیح طبقات ناصری، تصحیح طبقات صوفیه، تصحیح زین الاخبار گردیزی، تصحیح کتاب فضایل بلخ، بعد خیلی کتاب ها دیگه به فارسی نوشته، افغانستان بعد از اسلام، تاریخ مختصر افغانستان، هنر عصر تیموریان، بعد تاریخ مشروطیت در افغانستان و خیلی کتاب ها هن، یعنی تحقیقاتش در زبان فارسی هم خیلی زیاده عبدالحی حبیبی، تنها در زبان پشتو نیست و در پشتو هم بسیار، مثلا دیوان احمد شاه دورانی ایشون تصحیح کرده، بسیاری از متون دیگر را. و به نوعی میتونیم بگیم که دانشمندترین چهره ای که در حوزه علوم ادبیات و تاریخ، حالا در حوزه های دیگر من نمیدونم، بالاخره پشتو باز پشتون ها دانشمندان دیگری در حوزه های دیگر هم داشتن، در این قسمت عبدالحی حبیبی است. منتها خب یک واقعیتی را هم در مورد مرحوم حبیبی نباید نادیده گرفت و اون این هست که ایشان به این معروف هست که یک کتابی را جعل کرده به اسم تاریخ ادبیات پشتو و او کتاب پوت خزانه است. ما درباره پوت خزانه در یکی از برنامه‌های قبلی هم صحبت کردیم که عبدالحی حبیبی میگه که من یک کتابی به دستم آمده از متون قدیم پشتو و بعد این کتاب را تصحیح میکنه همراه با ترجمه فارسی منتشر میکنه به نام پوت خزانه از کسی به نام محمد هوتک که در او شعرها و سوانح و سرگذشتهایی از شاعران پشتو از حدود 1000 سال پیش در او کتاب گویا آمده. ایشون اتفاقا اینطوری می نویسه: نسخه ای از این گنجینه شاهوار در بهار سال 1322 به دستم افتاد. بعد از آن که از اهمیت این کتاب واقف گشتم آن را به حضور شوقمندان ادب ملی و در حلقه ادبی و علمی عرضه داشتم و مورد دلچسپی فوق‌العاده تمام دانشمندان و ارباب ذوق و علم واقع گردید. و این کتاب رو ایشون تصحیح میکنه و منتشر میکنه که شعرهایی هست همطور که عرض کردم، چهره هایی که از ادبیات پشتو مطرح میشه. منتها
خیلی ها بر این باورن که چون این کتابی در قدیم وجود نداشته و این کتاب را یا خود مرحوم حبیبی یا کسی در زمان او همزمان با او اصلا نوشتن از جدید و اون شعرها را خودشون سرودن. دلایل این قضیه بسیاره که این در واقع نوعی تاریخ سازی است برای زبان پشتو. زبان پشتوی که اولین کتاب او خیرالبیان هست و اولین شاعران مطلع او خوشحال خان خطک و رحمان بابا همه در حدود قرن دهم یعنی 400-500 سال پیش هستن، این رو برسن به 1000 سال پیش و حتی پیشتر از زبان فارسی دری. در اونجا شعرهای از کسانی آمده مثل امیر پولاد سوری، امیر قرور سوری، مثلا زیام زمرای پرده نرای لما عتل نشته، په هند و سند و په تخار و په کابل نشته، بل په زابل نشته، لما عتل نشته، که مفاخره ای است از کسی به نام امیر کرور اگر اشتباه نکنم، یا امیر پولاد. بعد کسانی در این کتاب شک کردن، تردید کردن و تردیدشون هم به جایه، از جمله این که میگن هیچ نسخه دیگری از این کتاب در جایی نیست. اولا دومی که استاد حبیبی هم هیچ جا نمی نویسه که من این کتاب از کجا به دست آوردم. بالاخره آدم یک کتاب از یک جای به دست میاره، یا از کسی میگیره، یا از یک کسی نزد یک خاندان قدیمی پیدا میکنه، یا در یک کتابخانه پیدا میکنه، میگه من در فلان کتابخانه مثلا در لاهور، در فلان کتابخانه در مثلا پشاور در بین نسخه های خطی من کتاب یافتم. اولی که هیچ نشانی از این نمیاره که این کتاب من از کجا یافتم. دومی که خود این کتاب هم الان موجود نیست، یعنی بعد از اون دیگه ما این نسخه کتاب رو نمیبینیم. الان کسی این سراغ نداره که بگه همون پات خزانه که حبیبی این رو تألیف کرده بود کو، همون نسخه خطی که ایشون از روی اون یک نسخه خطی میگه ما یافتم دیگه، نسخه که در سالها قبل نوشته شده بوده. در این مورد هیچ میبینی که توضیحی نیست و دلایل و قرائن بسیاری هست که این کتاب مجعول یا ساختگی، از جمله ای که بعضی از شعرهایی که در اینجا آمده اصلا به سبک و زمان و زبان او زمان نمیخوره. یعنی مثل اینه که مثلا ما بیایم و بگیم که آقا یک شاعری ما داریم مثلا فرض میکنیم که در قرن دوم سوم هجری، در اون زمانی که در شعر فارسی مثلا شعرهای رقمی بوده که از ختلان آمزه بروت با آمزه، بعد یک کسی بگه آقا ما یک شعر پیدا کردم از قرن سوم هجری که در او شاعر میگه که ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، یا مثلا اهل کاشانم روزگارم بد نیست، مثلا اصلا دیگه باورپذیر نیست که بگه مادری دارم بهتر از برگ درخت، مثلا این رو بگه 1000 سال پیش من در یک کتاب یافتم و این رو مثلا. تقریبا این رقمیه، یعنی شعرها بسیار معاصر به نظر میرسن با وجودی که ایشون میگه 1000 سال پیش سروده شده. و بعضی از واژگانی در شعرها هست که در زمان 1000 سال پیش اصلا رایج نبوده و به همین دلیل هست که بعضی ها در مورد این کتاب شک کردن و میگن بعضی از افرادی هم که در این کتاب اسم برده میشه از اونها مثل ملاله یا مثل نازو انا یا امثال اینا اصلا وجود نداشتن. و جالبه که یکی از کسایی که من اخیرا برخورد کردم که نسبت به این کتاب با تردید برخورد میکنه آقای صادق فطرت یا معروف ناشناس، آوازخوان بزرگ کشور ما است. ناشناس رو که دیگه همه ما میشناسیم، کسی است که نیم قرن یکی از معروفترین آوازخوانان افغانستان بوده و ناشناس رو شاید دوستان ندانن. همین ناشناس که آوازخوان هست ایشان دکترای ادبیات داره و دکترای ادبیاتش هم در زبان پشتو بوده، یعنی ادبیات پشتو، دکترای ادبیات پشتو داره. یعنی فرد نیست که همینطوری فقط در موسیقی مسلط باشه. ایشان اخیراً در مصاحبه‌ای که آقای صبورالله سیاسنگ با ایشان کرده و آقای صبورالله سیاسنگ این مصاحبه رو در یک کتابی انجام داده که او کتاب به نام ناشناس، ناشناس نیست منتشر شده، در اونجا آقای صادق فطرت، دکتر صادق فطرت یا ناشناس میگه که بله مطلقاً چیزی به نام پوت خزانه مجعول هست. و آقای چیز سیاسنگ اصلا حیرت میکنه، میگه واقعا شما امیر قبول دارین که مجهول، شما که پشتونی، پشتو زبانی خودت، میگه خب ما باشم پشتون و پشتو زبان ولی حقیقت رو باید ما قبول بکنیم. و این مصاحبه ناشناس بعد خیلی هم سر صدا بپا کرده، خیلی هم چیزی نوشتن، ولی به هر حال با وجودی که علیه ناشناس هم چیزی نوشتن ولی عملا کسی باز نسخه ای از پوت خزانه نشان نداده، فقط اومدن و گفتن آقا تو به مثلا استاد حبیبی توهین کردی.
مثلا دوستمون اینجا نوشتن که ناشناس همچنان نسبت فامیلی هم با حبیبی داره. بله بله اینم درسته. ایشان اتفاقا در همون مصاحبه هم میگه که ما نواسه کاکای مرحوم حبیبی هم یا چنین نسبتی میگه دارم و شاید حتی فرزندان مرحوم حبیبی و خانوادش هم از این حرف من ناراحت بشن، ولی من این واقعیت رو باید بگم. و این هم درباره استاد حبیبی که عرض کردم یک چهره واقعا درخشان در ادبیات، تصحیح متون و تاریخ و فرهنگ ما است. منتها این را هم به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که کتابی که ایشان به نام تاریخ ادبیات پشتو ارائه میکنه تا به حال هیچ نشانه ای از اینکه این کتاب واقعی باشه، نشانه قوی ما نداریم. و این کتاب چنان که خیلی ها مقاله ها نوشتن و در موردش تفصیل به تفصیل صحبت کردن، این کتاب جعلی هست. چیزی که ما فعلا به عنوان یک حقیقت تقریبا به او رسیدیم اینه دیگه. حالا کسی خواسته باشه باز بیشتر تحقیق بکنه، طبیعتا مقاله های زیادی نوشته شده در این مورد، کتاب های نوشته شده، بحث جدید نیست. یعنی بحثی که نیم قرن شاید یا بیشتر که در مورد این کلی بحث شده که پت خزانه بالاخره واقعیه یا مجهول. و حالا یک موضوع دیگر مطرح بکنم در مورد ادبیات پشتو. اون قسمتی که گفتم مقفول مانده، ادبیات فولکلوریک پشتو، که اینا بسیار زیبا هم هست چون آثار مردم هست. یعنی مثل تو بیتی های محلی که ما داریم، تو بیتی هایی که مردم خواندن میگفتن در قدیم و بسیار هم با صفا و صمیمیت و سادگی بوده. نوعی شعر محلی در زبان پشتو هست به نام لندهی. لندهی یعنی کوتاه. اصلا آدمی که یعنی چیزی که کوتاه باشه بهش میگن لندهی. یادش بخیر یک استاد دانشگاه بود در افغانستان، در ریاضیات تقریبا نفر اولم بود در کشور. یعنی در افغانستان مثلا دو تا ریاضی استاد ریاضی درجه یک داشتیم، یکیش ایشون بود. حالا من اسم کوچکش نمیبرم ولی با لقب لندهی شناخته میشد چون قدش کوتاه بود. مثلا حالا شعرهای کوتاهی هستن شبیه هایکو، شبیه دو بیتی های ما. دو مصرع هم دارن، یک مصرع کوتاه‌تر یکی بلندتر. و اینها بسیار شعرهای لطیفی است و شعرهایی است واقعا خواندنی. و ای کاش به جای تحمیل آثار مجعول از زبان پشتو بر زبان فارسی و بر کشور ما، در مورد این دو بیتی ها، این لندهی ها بیشتر کار بشه و اینها مطرح بشه، معروف بشه. خیلی از آوازخوانای پشتو شعری که میخوانن اون ترانه‌ای که میخوانه لندهی هست، مثل که آوازخوانای فارسی مثلا دو بیتی میخوانن. و متاسفانه من الان لندهی پشتو پیدا نکردم که خدمت دوستا چند تایی بخوانم و ترجمه کنم. یکیش همون لنده معروف هست که میگه که یار مهندو ز مسلمانیم، یار مهندو ز مسلمانیم، ز مسلمانیم ده یار ده پار در امسال جارو کبومه. میگه یار مهندو هست و من مسلمان هستم، ولی من به خاطر یار خودم معبد هندوار جارو میکنم. این یکی از لنده های معروف زبان پشتو است. دیار دپاره درمسال، درمسال اسم معبد هندوان هست، مثل که ما میگیم مثلا مسجد از ما. درمسال جارو کومه، درمسال جارو میکنم. و نمونه های بسیاری داره. این را عرض بکنم که استاد آصف فکرت، شاعر و پژوهشگر و محقق برجسته ما که اهل هرات هم هستن و خداوند حفظ بکنه ایشان رو، فعلا در کانادا هستن و شنیدم که کسالت هم دارن و در سنین بالای عمر هستن، خدایشان رو حفظ بکنه. کتابی دارن به نام لندهی کاملا و تعدادی از این لندهی های پشتو رو ترجمه کردن به فارسی و این کتاب رو در ایران منتشر کردن. من این کتاب رو داشتم، کسی برد. کتابم که معمولا میبرن بر نمیگردونن. و بعد این کتاب لندهی را اگه میداشتم یک تعداد از این لندهی ها رو خدمت دوستان میخوندم، یک مقدار برنامه ما هم لطیفتر میشد. به هر حال اینها چیزای بسیار جالبی هست، این آثار لنده پشتو که آثار فولکلوریک هست، آثار هست که بیشترش آدم های گمنام نوشتن.
خب یک مقدار ما درباره پشتو صحبت کردیم. این را هم عرض بکنم که ما پشتو زبانان فارسیدان هم بسیار داشتیم، یعنی بسیاری کسان هستند که عملا پشتو زبان بودن یا پشتون بودن ولی به زبان فارسی خدمت کردن و به زبان فارسی حتی شعر نوشتن، ادبیات تولید کردن. بعضی از اینها پادشاهان پشتون بودن حتی. بله دوستمون جناب احسان فرزان نوشتن که مجموعه بزرگی از لنده پشتو با ترجمه فارسی با کوشش آقای ظاهر تنین هم چاپ و نشر شده. بسیار عالی و خبر خوبی است و امیدوارم این کتاب به دسترس ما قرار بگیره. آقای ظاهر تنین پژوهشگر و نویسنده و روزنامه‌نگار مطرح هستند. کتابی داره به نام افغانستان در قرن 20 که من اتفاقا کتاب رو ویراستاری کردم. کتاب بسیار ارزشمندی است. بله من اینو میخواستم بگم که بعضی از شاهان پشتو حتی پشتون حتی به فارسی شعر میگفتن و ما نقش اینا رو نباید نادیده بگیریم. مثلا تیمور دورانی پادشاه فرزند عمه‌چای دورانی به شعر میگه به فارسی. و جالب شاه شجاع، من چند بار در بحث‌های تاریخی بوده با شاه شجاع میتاختم میگفتم که یادم خائن و آدم شرور و آدمی بود که به هر حال برای مملکت به جد دردسر ایجاد نکرد، پسر تیمورشاه دورانی. شاه شجاع دیگه به افغانستان به خیانت معروفه که کشور به بیشترش به انگلیسا فروخت و اینا، خیلی هم جاه طلب بود. حالا جالب شاه شجاع هم شاعر بوده، بی خبر نداشتم. شاه شجاع دیوان داره، دیوان به فارسی. و بعد یک شعری داره که آوازم خوانده شده که خیلی هم قشنگه. صبح دمید و روز شد، یار شبینه خانه رفت. چقدر قشنگه. صبح دمید و روز شد، یار شبینه خانه رفت. مرغ سحر تو گم شوی، یار بدین بهانه رفت. میگه مرغ سحر تم تو صدا کردی که اذان دادی، صدای بانگ سحری دادی، یار فوری دست باش جمع کرد رفت به خانه خودش و خدا تو گم کنه که یه کار کردی. من فکر میکنم کاش شاه شجاع اصلا وارد سیاست نمیشد، میرفت فقط شاعر میشد، چون در سیاست به تمام معنای آدم در کشور آسیب زد به کشور و خیانت کرد و شرارت کرد. منتها خب شاعرم بود دیگه، بالاخره شاعر خوبی هم بوده چون شعرهای ما دیدم خیلی قشنگ بود، دیوان داره. بعد کسان دیگه هم از این قبیل بودن، مثلا مهردل خان مشرقی یکی از برادران امیر دوست محمد خان. بله جناب فرید جان وسیقی گفتن که ظاهر ویدا بسیار زیبا خوانده. من اتفاقا امشب آهنگ ظاهر ویدا رو پیدا کردم و گوش کردم، خیلی خوب خوانده. احمد ظاهر هم خوانده ایره ولی ظاهر ویدا بهتر هم خوانده. و انشالله نسخه صوتی این برنامه رو که منتشر بکنیم باز زینب جان میگم که یعنی او موسیقی گذاری میکنه، او آهنگا رو بینش میگذاره. من این را در آخر جلسه خدمت دوستا عرض خواهم کرد که روی این نسخه صوتی چه کارهای خوبی داره میشه و دوستا در کانال ما در تلگرام اینا رو دنبال کنن. سردار مهردل خان مشرقی، بله خانم یاسمین شیخ هم گفتن چقدر قشنگ بود. سردار مهردل خان مشرقی یکی از کسانی است که حلقه بیدل خانی داره و کلی حلقه ادبی داره، یکی از برادران بیستگانه امیر دوست محمد خان و بسیاری کسان دیگر، از جمله فرهاد دریا مثلا آوازخوان معروف افغانستان پشتون هست از لحاظ قومی. حالا نمیدونم که زبان از لحاظ زبانی هم با زبان پشتو بار آمده یا در خانواده فارسی زبان بزرگ شده، این خبر ندارم، ولی به هر حال از لحاظ قومی پشتون هست. خود صادق فطرت یا ناشناس که از پشتون های قندهار است بسیار آهنگ های فارسی زیبایی خوانده شد، یکی از خواننده های بسیار تراز اول افغانستان هست. در آهنگ های فارسی هم با مژگان سیاه کردی از آران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت از آران درد برچینم. این واقعا خدمت هست که هر بردو زبان کرده. آهنگ های پشتوش هم قشنگه، همون آهنگ خط بر مقدسنم راقه که از حمید بابا بود رو هم ناشناس خوانده، بسیار زیبا خوانده. و احمد ظاهر هم گویا پشتون بوده باشه دیگه، چون پدرش دکتر ظاهر
که صدر اعظم افغانستان نخست وزیر افغانستان بود، طبیعتا احتمال قوی پشتو بود، پشتون بود که تونست نخست وزیر بشه. البته یقین در این مورد ندارم. و بسیار کسان دیگر هم از این قبیل که اینها پشتو زبان ها یا پشتون هایی هستند که خدمت کردن به زبان فارسی هم، حتی استاد عبدالحی حبیبی یا عبدالله افغانی نویس. الان این رو بگم به شما، ما میخوام از این جهت اینا رو میخوام بگم که میخوام بگم ما چقدر میتونیم تعاملات خوب داشته باشیم به شرطی که اهالی سیاست ما بگذارن. الان در افغانستان تا به این لحظه کتاب فرهنگ لغتی عظیمتر و بزرگتر از کتاب لغات عامیانه فارسی افغانستان منتشر نشده. در ایران شده، در ایران دو تا کتاب اخیراً داشتیم که محققین ایرانی هم نوشتن در باره واژگان فارسی افغانستان، ولی در افغانستان کتابی به عظمت لغات عامیانه فارسی افغانستان من ندیدم. اگر باشه من ندیدم. 12,000 واژه فارسی افغانستان در این کتاب فرهنگ فهرست شده و یکی از بهترین فرهنگ‌های لغت واژگان فارسی افغانستان هست. یعنی فارسی افغانستان در او خوب شناخته میشه. و این کتاب را کسی به نام عبدالله افغانی نویس، یکی از ادبای پشتون نوشته. ها دوستمون نوشتن خانواده احمدزاهر از تاجیکان لغمان بودند. آقای فرید جان وسیقی نوشتن که استاد سراهنگ، استاد سراهنگ فکر می‌کنم اصالت هندی داره. اونا از آوازخوانایی بودن که از هندوستان آمدن. همینطور من حدس می‌زنم. بله سایلا جان نوشتن که دکتر زاهر پدر احمدزاهر، بله. احمدزاهر پسر صدر اعظم بود دیگه. و بسیار کسان دیگر که خدمات بسیاری هم به کشور کردن، به زبان کردن و کسانی که بدون تعصب آمدن وارد این موضوع شدن. دوست عزیز گفتن این ویدیوها رو در یوتیوب هم بارگذاری میکنید. به صورت تصویری هنوز تصمیمی نگرفتیم، ولی همه اینا رو به صورت تصویری ذخیره کردیم، فعلا داریمش. منتها اینا رو ما سعی میکنیم که اگر دوستان تمایل داشته باشن تلاش میکنیم روی یوتیوب منتشر کنیم، ولی نسخه صوتی اینا رو من در آخر برنامه توضیح در مورد نسخه صوتی اینا میدم. بله فرید جان گفتن که به زبان پشتو آهنگ داره، منتها کم دو سه آهنگ داره پشتو استاد سراهنگ. یکی همو آهنگ چیز هست، سه چهار تا بیشتر نیست. یکی لوگرسو هست، یکی آهنگ لوگرسوه، یکی دو سه تا دیگه هم آهنگ هست. و جالبه که استاد سراهنگ یک جای شوخی هم میکنه. حالا اینم بگم دیگه، یک جا محفل خودمانی هستم تو گپ میزنن، استاد سراهنگ میخواد یک جمله به پشتو بگه، یک کم پشتو میگه، میخواد انگار مثل من که الان جمله های به پشتو لازم بود گفت، یک کمی که میگه نمیتونه، برابر نمیه. بعد شوخی میکنه میگه من شکر که افغانی هم یاد ندارم، با شوخی میگه شکر که پشتو هم یاد ندارم. بعد یک بیتی اونجا میخونه، میگه 40 سال از عمر عزیزم گذشت، زبانم به یک حرف پشتو نگشت. که بانوان شوخی هست دیگه، 40 سال از عمر عزیزم گذشت، زبانم به یک حرف پشتو نگشت، که نمیدونم از چه کسی هست. البته خب استاد سراهنگ دو سه تا آهنگ پشتو خوانده. بله دوستان زیاد میگن که بارگذاری کنه تو یوتیوب. کاش که یک کسی همت حوصله داشته باشه بیام این کارو بکنم. منتها خب این فایل های سنگین من چرا باز ارسال بکنم، هر کدوم چند صد مگابایت هر جلسه. حالا ولی حفظ میکنم با امید خدا اگر فراغتی دست بده حتما نسخه تصویری رو بعد یک جای منتشر بکنیم. خب من کمی صحبت رو تا دو سه دقیقه دیگه هم ادامه بدم و قطع بکنیم دیگه، تمام بکنیم. درباره این نگیرن این زبان رو، علاقه من نباشن و به نوعی حتی بعضی وقتا نفرت پیدا بکنن ساخته بشه. دوستی گفتن که من این کار رو میکنم، دوستمون به نام احسان. دوستمون اگه ممکنه به تلگرام یا واتساپ به ما پیام بدین با هم معنی بکنیم. من اصلا حاضرم اون فایل رو به شما به نوعی برسانم و اگه شما به یوتیوب اینا رو منتشر بکنیم خیلی خوشحال میشم از شما. من نشانی تلگرام واتساپ اینا میدم. ها میخواستم یه خاطره بگم از زمان بچگی نوجوانی خودمون. یک مقداری بعضی وقتا بین اقوام
لطیفه هایی هست، جوک های نسبت به همدیگر که بعضی ها مسخره کردن یک زبان هست مثلا اینا. نسبت در ایران هم مثلا ممکنه در مورد فارسی و ترکی مثلا این تو باشه، جوک ترکی مثلا میشنم بعضی ها میگن، که البته من خودم واقعیتش با این هیچ نمیتونم ایره هضم بکنم و برای من اصلا قابل پذیرش نیست و به همین خاطر هم هیچ وقت از این لطیفه ها سعی میکنم تعریف نکنم یا چیز نکنم، چون بالاخره حتی اگر طنزم باشه بالاخره بار منفی خودشو داره. حالا در افغانستان هم همینطور بود دیگه، بعضی جوکا در مورد پشتو گفته میشد، بعضی ها چیز منقدر مسائل ره. معلمی داشتیم از پشتونای مشرقی، چون میدونیم پشتونای مشرقی باید پشتونتر هم نگم چه غلیظتر و متعصبتر هم، پشتونای جنوبی و قندهار و اینا باز یک مقدار فرق میکنن. پشتون مشرقی از جلال آباد بود، معلم پشتو امام بود، معلم درس پشتو بود، ضد پشتو رو تعریف کردو که مثلا تمسخری داشت نسبت به زبان پشتو. بعد کلی هم خب معلم هیچی نگفت، من خیلی دوست داشت چون شاگرد درس خانه بودم، هیچی نگفت، هیچ واکنشی هم نشان نداد و آمدم به خانه کلی هم تعریف کردم. من امروز به سر کلاس رفتم فکاهی گفتم، جوک گفتم، گفتن چی گفتی؟ چی لطیفه تعریف کردی؟ گفتم انمی لطیفه تعریف کردم. برادر خواهرم گفتن تو رو خدا دیگه اینه به یک وقتی با جای تعریف نکنی، حالا یک باری کار کردی ایراد نداره، ولی از این بعد سعی کنی جای تعریف نکنی. اینم مسائلیه که وجود داشت متاسفانه و وجود داره و زبان پشتو رو بر زبان فارسی و اصطلاحات که ما معادل او رو داشتیم و داریم تحمیل کردیم. ما در برنامه‌های دیگه در این مورد صحبت کردیم و گفتیم که زبان فارسی یک مقداری در معرض تهاجم از سوی دولت مردان ما معمولا و سیاسیون ما قرار داشته که به اجبار خیلی از کلمات رو ما رو محروم کردن از کاربرد کلمه فارسی و گفتن شما باید کلمه پشتو. یک سیاست متاسفانه از یک زمانی پشتو با سیاست افغانستان گره خورد، پشتونیزم، و تلاش بر این بود که افغانستان رو پشتونیزه بکنن و تا به امروز همین تلاش متاسفانه ادامه داره. آخرین کسی که این کار رو بسیار با جدیت تلاش میکرد آقای اشرف غنی بود، قبل از اون آقای کرزی همچنان، و قبل از اون هم دولت مردای افغانستان غالبا اینطوری بودن. داوود خان بسیار در این قضیه جدی بود، زار خان همچنان. کمونیست ها یک مقدار نرمتر بودن نسبت به این موضوع، اونا بیشتر تهاجم اینا علیه دین بود، دین ستیزی بیشتر داشتن تا فارسی ستیزی، و همین دلیل به زمان کمونیست ها زبان فارسی یک مقدار اتفاقا نفس کشید، یک نفس راحتی کشید، چون اونا با دین درگیر بودن ولی با زبان نه زیاد. خیلی ها اینا خدمت کردن به زبان کمونیست ها، منتها خب بقیه غالبا مخالف بودن و بسیاری از واژگان پشتور به زور و با تحمیل وارد زبان فارسی کردن. در متن فارسی در افغانستان تو یک نامه اداری می نویسی باید 10 تا کلمه پشتو باشه، وقتی میخوای بگی دانشگاه باید بگی پوهنتون، وقتی میگی دانشکده باید بگی پوهنزی، وقتی میگی مثلا پلیس باید بگی سارندوی، وقتی میخوای بگی مثلا دادستان باید بگی سارنوال، وقتی میخوای یک شهرستان رو اسم بری باید بگی ولسوالی، وقتی دواخانه میخوای بگی خود دواخانه، ما دواخانه میگیم دواخانه، این محل دوا دیگه، خانه دوا. بعد توی باید بگی درملتون به جای شفاخانه، که چقدر کلمه زیبایی هست و خیلی دوستای ایرانی میگن چه کلمه قشنگی دارین شما، شفاخانه یعنی حس شفا به آدم میده، در کلمه بیمارستان حس بیماری به آدم میده، میگن اتفاقا شفاخانه بهتر از بیمارستانه، دوستای ایرانی خیلی ها میگن. بعد ما در افغانستان به جای این در مناسبات اداری افغانستان روغتون رو به جای این مثلا گذاشتن، بعد به جای نمایشگاه نندارتون، به جای مثلا جایی که خدمات خیریه برای فقرا میکنه مرستون، تون پسوند مکان هست در پشتو، نندارتون یعنی محل ننداره یعنی نمایش، نمایشگاه. خب من نمایشگاه وقتی دارم چرا نتونم به کار برم؟ این تحمیل پشتو و گره خوردن پشتو با سیاست در افغانستان و تلاش برای پشتونیزه کردن افغانستان هم به فارسی صدمه زد، هم به پشتو صدمه زد و هم به مناسبات میان مردم ما و این انشقاق ها و این افتراق هایی که ما از لحاظ قومی داریم، از لحاظ زبانی داریم، از لحاظ های مختلف داریم، در حوزه زبان هم متاسفانه به وجود آمد و یک نفرتی حتی ایجاد کرد نسبت به زبان پشتو در خیلی از مردم افغانستان
که این واقعا دردناکه. بله سهیلا جان نوشتن وقتی ما کار میرفتم ما رو وادار میکردن کورس پشتو برویم. بله یک زمان اجبار بود، کلاس کورس دوره آموزشی پشتو اجبار بود برای فارسی زبان ها، حتی هر کارمند ادارات، هر کارمند اداره در افغانستان ناچار بود برای کورس یا کلاس دوره پشتو درس بده، که در اواخر دوره داوود خان فکر میکنم دیگه ایره لغو کردن یا شاید هم لغو نشده بوده. دوستمون جناب آقای وفا نوشتن گردشگری گرزندوی. بله گرزندوی، گرزندوی گردشگری و همینطور خیلی از چیزهای دیگه باید همینطور دوی داره، پوهندوی مثلا امثال اینا. بله دوستمون نوشتن که کارمندای افغانستان مجبور به استفاده و یادگیری زبان پشتو هستن. در یک زمانی واقعا اجبار بود، منتها بعد دیدن اجبار نمیشه، اجبار رو برداشتن، ولی طرف ناچار یاد بگیره به خاطر خیلی از نامه ها عملا دو زبانه هست، یعنی نامه رو که میخوانی تو میبینی که نامه به پشتو آمده، اون کسی که نوشته مثلا تو کارمندی یک پشتو زبان نامه اداری نوشته، تو بعد پشتو یاد داشته باشی که اون پشتو زبانش رو بفهمی. زبان رسمی کشور پشتو و فارسی است، منتها خب تلاش برای بوده که پشتو بیشتر باشه، سرود ملی به پشتو و امثال اینا. دوستمون گفتن خانم شهابی که پشتوها فارسی رو راحت صحبت میکنن، تقریبا همه، یعنی عمدتا در افغانستان پشتو زبان هم فارسی دان هست، یعنی فارسی رو عمدتا میفهمن پشتو زبان ها. بسیار به ندرت پشتونی که مراودات زیاد با مردم نداشته باشه، خیلی در عشایر زندگی کرده باشه، مثل عشایر، مثلا کسانی که در روستاهای دوردست زندگی میکنن یا در مناطق قبیله‌ای زندگی میکنن، فقط هستن که پشتو فارسی نمیفهمن. پشتونای شهرنشین بله میتونیم بگیم همه فارسی میفهمن، و در حالی که فارسی زبان ها الزاماً نمیفهمن. بنابراین طبیعی تر بود که زبان رسمی مملکت زبانی باشه که بیشتر مردم اون رو میفهمن. منطقه زبان رسمی افغانستان که دوستمون پرسیدن چیست؟ فارسی و پشتو. ولی حاکمیت ها اولویت رو به پشتو دادن، مثلا سرود ملی رو گفتن پشتو، در حالی که سرود ملی فارسی خیلی بهتر میتونست باشه از لحاظ ادبیات. دوستمون بله جناب اکبری عزیز، موسی اکبری هنرمند عکاس و گرافیست ما، آقای اکبری یک وقتی باید تهران بیم خانه کابل از نزدیک شما رو ببینیم اونجا. دوستان نمیدونم خانه کابل دیدن یا نه، جای واقعا هر که تهران است خانه کابل رو از دست نده، یک مرکز فرهنگی که در این حال هم رستوران و هم به نوعی فضای فرهنگی آقای اکبری و خانوادهشان در تهران دارن، که اونجا هم غذای افغانی هست و هم فرهنگ افغانستان اونجا عرضه میشه. بله نوشتن که ما نامه‌ای که می‌نویسیم در اونجا غالبا باید به پشتو می‌نویسیم. بله تلاش برای بود که تا میتونن مردم رو به سمت پشتو هول بدن یا سوق بدن. دوستمون نوشتن پشتونای ایران اصلا فارسی صحبت نمی‌کنن، یکی از دوستان نوشتن اینجا. بعید نیست به اثر همین تعصبات چون طرف یک نوع احساس هویت بکنه، یعنی این چیزی شده که در افغانستان هم گاهی طرف مثل استاد سراهنگ که به شوخی میگه 40 سال از عمر عزیزم گذشت زبانم به یک حرف پشتو نگشت، به شوخی میگه در اون موردم برعکس باز همینطوری هست، یعنی عملا میبینی که یک تضاد ایجاد کردن در بین فارسی و پشتو، و متاسفانه این تضاد را هیچ وقت حاکمیت های افغانستان نیامدن رفع بکنن، و بعضی از اهالی فرهنگ و سیاست و دانشمندای پشتو هم اتفاقا در این زمینه همین تعصب را ادامه دادن، که نمونه شما میدیم در مورد مرحوم حبیبی، کسی که واقعا تو ده ها کتاب مهم در زبان فارسی نوشتی. بله زینب جان می نویسه که سرود ملی پاکستان فارسی، هم واقعا طنزیه، سرود ملی پاکستان فارسیه و سرود ملی افغانستان پشتویه بتونه. و حتی آمدن اسمهای خاص را عوض کردن. ما جایی داشتیم به نام سبزوار در نزدیک هرات، که حالا من نمیدونم این سبزوار همون اسفزار هست یا جای دیگه ای بوده، این رو کردن شیندند. الان شیندند یک شهرستانیه در ولایت فراه و پایگاه هوایی بزرگی هم داره. شیندند، سبزوار، سبزوار شین به معنی سبز هست، دندم به معنی برکه، محل، یعنی محل سبز یا برکه سبز مثلا. یا یک جایی داشتیم به نام
به نام قره تپه. قره یعنی سیاه در ترکی، تپه هم که تپه، تپه سیاه. بعد ایره کردن تورغندی. و این تور سیاه هست و غندی هم که به معنی تپه هست. مثلا دوستمون نوشتن که قبول دارید شاید ما جز دوران افول زبان فارسی در کل مناطق فارسی زبان هستیم. بله متاسفانه زبان فارسی وضعیت خوبی در هیچ جا نداشته، ولی در ایران خب تلاش برای حفظش بسیاره. در هندوستان اینا برانداختن، در افغانستان تلاش برای این بوده همیشه از طرف حاکمیت ها که زبان فارسی رو براندازن و بیان و زبان پشتو را حاکم بکنن. منتها خب یک بارم میبینی که برعکس شد. من یک شعر داشتم در اون شعر نوشته بودم که وطن فارسی نه آن قریه است که به تاراج این و آن برود. وطن فارسی نه آن قریه است. یک شعری هست درباره همین فارسی ستیزی به نام وطن فارسی. در یکی از برنامه ها که درباره زبان فارسی بود زینب جان اتفاقا این را خواند در اول برنامه. وطن فارسی نه آن قریه است که به تاراج این و آن برود. روزگاری در این وطن حتی مغولان فارسی زبان شدند. بالاخره زبان فارسی مغولان را در خودش هضم کرد و زبان قدرتمند و ریشه داری است و مبارزه کردنش هم تا به حال که نتیجه نداده. این تا به حال نشده که زبان فارسی بر بیفته. بیشتر مردم جدیتر شدن و احساستر شدن و این شده که خون بپا شده. مثلا طرف تظاهرات کرده به خاطر اینکه ما میخوایم که کلمات فارسی رو حفظ بکنیم. چون در کجا دیدین در ایران به خاطر یک زبان تظاهرات بشه؟ در افغانستان شده به خاطر اینکه مردم رو بیشتر حساس کردن و متاسفانه این حساسیتی بوده که به زیان هر دو زبان بوده، به زیان مردم افغانستان بوده، به زیان اون وفاق ملی ما بوده و ملت سازی ما بوده و حتی به زیان زبان پشتو هم بوده. چون اگه اینطور نبود خیلی از فارسی زبان ها چه بسا که به رغبت زبان پشتو رو یاد میگرفتن، چه بسا که آثار پشتو رو به فارسی با رغبت و با تمایل ترجمه میکردن. ما الان اثر پشتویی که به فارسی ترجمه بشه بسیار کم داریم. نمونش همین لندهی ها هست که ترجمه شده، اون آثار لندهی هست، یعنی آثار فولکلوریک هست. ما رمان ترجمه شده از پشتو به فارسی یا زبانهای دیگر نداریم یا به ندرت داریم. میتونستی تعاملات بیشتر اتفاق بیفته. بعضی از شاعران ما کارهای قشنگی کردن که شیر و شکر گفته، شعر گفته، یک مصرعش فارسی یک مصرع پشتو. این اتفاق میتونست در بین مردم ما بیفته. یک شعری است فکر میکنم از مرحوم عشقری باشه یا یکی دیگه از شاعرها، شعر شیر و شکر پشتو فارسی گفته یا ملمع به اصطلاح، قشنگه. مثلا میگه که منادی میکنم در شهر خوبان، دلی گم کردم چالی دلیده. چالی دلیده پشتوه، یعنی چه کسی دیده. بقیهش فارسیه، مثل فارسی که مثلا حافظم داره به فارسی، عربی و فارسی با هم، یا سعدی داره الا یا از ساقی عدل کرسن و ناول ها مثلا. بعد در اونجا هم او شعر نوشته شاعر ما، الان متاسفانه شعرش ندارم، مرحوم واجقا هم میخوندن. منادی میکنم در شهر خوبان، دلی گم کردم چالی دلیده. بعد همین زمان آن مهربان گرزی دلیده، از من آن مهربان چرخیده رفته. زمان آن مهربان، فکر میکنم همین طوریه، زمان آن مهربان گرزی دلیده. نصفش فارسیه زمان آن مهربان، بعد گرزیده لیده پشتوه. تا با آخر همینطوریه، منادی میکنم در شهر خوبان، دلی گم کردم چالی دلیده. میتونست این اتفاق بیفته که این همنشینی خوب بین دو زبان و اهالی دو زبان باشه. منتها متاسفانه در افغانستان نخواستن. حدود 120 سال هست و الان هم ما همون در به همون پاشنه میچرخه متاسفانه، چون طالبان هم پشتون هستن و ما نشانه های پشتوگرایی رو همچنان میبینیم. البته هنوز حکومت اینا نوپا است. حالا ببینیم یا مثل مغولان فارسی زبان میشن یا همین تنش و چالش بیهوده را ادامه خواهند داد. ها من چند نکته را عرض بکنم، اینا مهمه قبل از اینکه دوستان جلسه ترک بکنن. یک،
صوت های جلسات در کانال تلگرامی ما داره منتشر میشه. 4 تا از این جلسات رو منتشر کردیم، عمدتا اینا رو زینب جان حاضر میکنه و او الان یک کارهای خاصی هم میکنه، صداگذاری و موسیقی گذاری هم میکنه، بعضیاش آهنگ میگذارن زیر کارهای برنامه رادیویی اینا رو درست میکنه که خیلی جذابتر و متنوعتر میشه. این را دوستان میتونن دیگه کم کم دنبال بکنن. نشانی کانال تلگرامی را من میدم خدمت دوستان، این هست، یعنی این شناسه تلگرامی، ام کاظم کاظمی، این کانال ما است، ام کاظم کاظمی. و این وعده را هم میدم که انشالله، بله جناب وفا در مورد استاد اول میر گفتن، حتما اشاره میکنم به ایشون. اتفاقا غفلت شد از استاد اول میر، من اتفاقا میخواستم به ایشون بپردازم. انشالله ما سایتی هم دارم، کار دوستان ممکنه تلگرام نداشته باشن، من یک سایت شخصی هم دارم به امید خدا. این صوت ها رو هر 5 جلسه 5 جلسه یا 10 جلسه 10 جلسه در اون سایت هم بارگذاری میکنیم که دوستان اگه بتونن از طریق سایت هم اینا رو گوش بکنن. این صوتی شد. یکی از دوستا گفتن که ما اینا رو حاضرم در یوتیوب بگذارم. ما واقعا خوشحال میشم اگه دوست کسی زحمت بکشه. ما یک کانال در یوتیوب هم دارم اتفاقا. میشه اونا رو در کانال خودم در یوتیوب اصلا منتشر کرد. اینا رو به صورت تصویری در یوتیوب بگذاریم. که این هم انشالله میشه انجام داد. و حالا دوست ما با ما پیام بدن، ما نشانی شناسه تلگرامی خودم رو میدم، امکا کاظمی. ما با دایرکت اینستاگرام خیلی سر کار ندارم. دوستا اینجا پیام بدن، یا همین پستی که میگذاریم پاش پیام بگذارن، یا با تلگرام به ما پیام بدن که ما اونجا با هم آهنگ بکنیم برای یوتیوبش. و نسخه صوتیش هم که به مرور زمان منتشر میشه یک موضوع. موضوع دیگر این که هیچی دیگر، نزدیک 20 دقیقه هم از زمان گذشت، 80 دقیقه شدی برنامه ما و هنوز دوستان زیادی هستن که شاید هم خسته شده باشن. بحث ما تقریبا به پایان رسید. دوستان زیاد اشاره کردن، نکات جالبی اینجا گفتن که ها در مورد استاد اول میر گفتن جناب وفا. استاد اول میر یکی از آوازخوانان بزرگ افغانستان، پشتو زبان بود و آهنگ معروف دازمو، زیبا وطن، دازمو، لیلا وطن، زموش بانده پرگرانده دا افغانستان دی، که تقریبا میتونیم بگیم سرود ملی زبان پشتو است. کاش همین آهنگ استاد اول میر زبان سرود ملی میساختن، حالا که زبان پشتو ساخته باز همین آهنگ استاد اول میر از این سرود ملی بی کیفیت فعلی بهتر بود. برحال استاد اول میر یکی از خواننده های بسیار معروف و مطرح و واقعا یکی از مفاخر موسیقی ما است. استاد نبی گل از کسانی که موسیقی محلی پشتو بسیار خوب خوانده، از نسل قبل، از نسل بعد کسانی که در حوزه موسیقی پشتو کار کردن، گل زمان مثلا یک آوازخوان مطرحی بود، نغمه خانم نغمه آوازخوان برجسته و شناخته شده پشتو زبان، که البته خود نغمه طوری که من جای دیدم گفته که من پدرانم از پنشیر بودن و تاجیک هستم اصلا، ولی خب نغمه از قندهار هست دیگه، متولد قندهار هست. نغمه و منگل مثلا خانم قمرگل و ناشناس صادق فطرت و بسیار کسان دیگر از اینطور. خب من زیاد گپ زدم، این جلسه دیگه تقریبا 80 دقیقه شد، برای دوستان خسته کننده نشه. شب بخیر همگی دوستان، خدا حافظ از شما. من نگران بودم که این بحث ای هفته چقدر دوستا ممکنه علاقه بگیرن به این، و این که دیدم جمعیت، الحمدلله همون جمعیت همیشه ما بود، برای من خیلی خوشایند بود که الحمدلله این مباحث ما مورد توجه دوستان واقع شده. یکی از دوستان نوشتن شواهدی است که بزرگان چون مولوی یا فارابی به زبان پشتو آشنا بوده باشن. من ندیدم این چنین شواهدی، بعید هست. در حالت مولانا با ترکیه آشنایه، خب اون اصلا به ترکیه امروز زندگی کرده.
خب من مرورم پیامارم بکنم و دیگه خداحافظی بکنیم از همه دوستان. من که خسته نیستم، یعنی همی الان به من بگم تو 3 ساعت دیگه و بعد از امروز، من از صبح پای ویراستاری بودم تقریبا نزدیک 50 صفحه کتاب رو امروز ویراستاری کردم که حجم نسبتا قابل توجهه، 50 صفحه از کتاب در یک روز ویراستاری کردن و دیگه واقعا ذهنم نمی کشید. وقتی اینجا آمدم دوباره شد الان 3 ساعت دیگه راحت میتونم گپ بزنم، منتها خب برای دوستان ملالاور نشه. انشالله برنامه بعد باز در خدمتیم و چیزی دیگری در مورد افغانستان خواهیم گفت. خدا حافظ همه دوستان عزیز. تشکر از سایلا جان عزیز به خاطر دعایی که دارن و لطف و محبتی که دارن و همه دوستان دیگر. خدا حافظ همگی.